مجاهدین ما رو بایکوت میکردن. مثلا ما اگر واقعا حلال حرام میگفتیم، نجس و پاکی میگفتیم، اینا آقا واقعا اینا روحانی خودشونو که یک آدم خبیث لعنتی به نام این جلال گنجه‌ای اینا ایدولوک خودشون میدونستن، اینا نمیدونم پلان. ما که کار کشته و تجربه آموخته و مثلا محسن بودیم، بنده هشدار اسلام، جناب آقای فاکر، سایر آقایون که اونجا بودن، خب ما رو بایکوت میکردن که چرا ما میگیم این نجسه، اون پاکه، اون حرام. این چپی‌ها مخصوصا آقا میامدن دست میشستن، آب رو اینجوری میکردن که به ماها بپاشن. گاهی این منافقین با هم نهج البلاغه معنا میکردن، تفسیر قرآن میکردن. ما مثلا به عنوان اینکه طلبه ایم و بیکاریم و میرفتیم مینشستیم به قول ما استفاده کنیم ببینیم، این دیگه سکوت میکرد، با هم هیچ صحبت میگفتیم آقا بفرم، میگفت نه دیگه ما خسته شدیم تمام شد، تا ما پا میشتون میرفتیم با هم پیش پیش میکرد. حتی آقا اینا اصلا واقعا مردم فریب دادن، این ملت فریب دادن، چقدر سهم امام خوردن. ما بنده از جوانی تا الان سعی کردم واقعا سهم امام بدم نه سهم امام بخورم. اینقدر ما تلاش میکردیم با اینکه تبلیغاتی که ما میکردیم کجا اینا اینقدر تبلیغ. خود همین مجاهدین تو زندان به من میگفتن که ما اسم شجونی رو از احمد رضایی، مثلا بچه های خود رضایی میگفتن، ما فلان حنیف نژاد یه بار فلان جا گفت شجونی منبر داغی رفته فلان جا یا فلان. حتی به من میگفتن خودت حفظ کنی یا تو نه کشته بشی، تو باید منبر رو بری، تو باید اون تبلیغات رو بکنی. ولی آقا نمیدونم اینه تو زندان این مسعود رجبی چه ربطی داشته مثلا با اون میهن دوست و حنیف نژاد و فلان، این چه شد، اینه چرا باقی گذاشتن. البته من تو مجلس گفتم که روس ها اینه نگه داشتن و از شاه خواستن که این اعدام نشه و برادرش کاظم رجبی اون وقت در سفارت ما در انگلیس در مسکو بود، آمد اینجا و از شاه خواهش کردن که مسعود رجبی رو. به هر حال اونایی که دوباره بر مسعود بودند و هوادار او بودند، روحانیین رو در زندان اذیت میکردند، بایکوت میکردند. تفاسیر قرآنشون آقا عجیب بود. این چطور میشه دو تا سه تا دختر چادری نمازخوان متدین با حجاب دعای کمیل بخون بیان شیش ماه با 30 تا 20 تا 10 تا پسر جوان در یه خانه تیمی زندگی بکنن، همبسترم بشن، براشون مشکلی نباشه. اینا این آیه قرآن رو به خورد این دخترها میدادن که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن رو. خب ما میگیم مواضع زینت رو که این گردن باشه، این بالای این دست ها باشه، اینو نباید نشون بدن مگر شوهرهاشون، به نامحرم نباید، مگر با محرم هاشونشون. اینا جوری دیگه معنا میکردن، میگفتند از زانو تا شکم این مواضع زینته. بعولت هنرم به معنای شوهر معنا نمی کردن، به معنای همسنگر معنا می کردن. بلا یوب دین زینت هنه، زنها نباید مواضع زینتشون رو که از شکم تا زانوست به کسی نشان بدن الا لبعولت هنه، مگر به همسنگرها. این آقای نعیم آبادی که الان امام جمعه بندرعباسه، ایشان هم شاهد این مسائل. اینا جزء کشفیاتی است که تو زندان جست گریخته گیر ما می آمد که اینا آیات رو اینجوری معنا می کردن. این ابوذر ورداسبی که در مهران به درک واصل شد، در اون عرض کنم که مرساد بله، ایشان اونجا کشته شد و پسر همین جلال گنجه‌ای اونجا کشته. این ابوذر ورداسبی جز ایدئولوگ‌های منافقین بود. این چند روز با من تو زندان شماره 1 و 8 با هم بودیم، تو حیات مثلا صحبت میکردیم. ایشان میگفت گذشت اون زمانی که دیگه آدم بیاد قرآن رو اینجوری معنا کنه که آیه ارث رو، ارث کدامه؟ پسر دو برابر دختر ببره، باید یکسان باشه. من میگفتم آقا حلال اسلام تا قیامت حلال، حرام اسلام. میگفت نه آقا اینا چیه، اینا جست گریخته میپرید از دهنش. اسلام اینا اسلام امام صادق نبود، اینا دریوری میگفتن. اینا گاهی میگفتن که امام، آقای طالقانی، دیگران اینا هیچ کدام قرآن و نهج البلاغه نمیفهمن، برای اینکه مارکسیست نمیفهمن.
که در اتاق زندان شماره 6 آیت الله انواری همین رجبی منافق گفته بود. بعد ایشان فرموده بود عجب، پس امام صادق و امام عسکری و امام رضا هیچ کدام از اینا قرآن و نهج البلاغه نفهمیدن، برای اینکه اون زمان مارکسیست نبوده. علی کل حال این مسائل جسته و گریخته بود. یک شکنجهی که خدمتون عرض کنم این بود که گاهی دوستان ما تو زندان مریض میشد، آقا به این آسانی اینا رو نمیفرستادن، مثل مرحوم سید کاظم قریشی، آقا ایشان مریض بود با ما تو زندان، اگر میبردن یه دوتا از این قرصه گچی بهش میدادن پلان، نمیبردن. این بنده خدا بیمار شد، بیماری حادی هم پیدا کرد. ما زندان آمدیم بیرون، بعد گفتن که بله آقای قریشی مرحوم شدن. خب ما هم بچه ها رو جمع کردیم رفتیم از این جنازه رو بردن مرسه مروی و از اونجا. البته یه گزارشی که بعد رئیس کلانتری 13 برای من میخوند، خودشون لو میدادن که شجونی با کی پچ پچ کرد، با کی جلو اومد، بعد با کی فاصله گرفت. تمام این تشییع جنازه رو اینا، مثلا یه تیکی که مربوط به من بود که با کی بیخوگوشی عرف زد، با کی نزدیک شد، بعد از کی فاصله گرفت، از مرسه مروی تا سر قبر آقا پایین چهارراه مولوی، اینا اونجا هم جنازه رو آوردن. مامورین هم بگیر میکردن، یه عده رو میخواستن بگیرن، یه عده مامورین هم علکی شلوغ میکردن، من اونو مامورین میشناختم، شلوغ میکردن که خلاصه اون طرف مامورین دیگه بیان اون طرفی که مورد نظرشونه اونا رو بگیرن. بعد جنازه رو زدن زمین تو این شلوغی. من به رئیس کلانتری سرهنگ مستوی اعتراض کردم که آقا جنازه رو گفت تو زدی زمین، شما زدی زمین، شما سید زدی سید. گفتم آقا ما نزدیم، مامورین شما. نخیر، فریاد زد و اومدن اینو بگیرید. ما رو گرفت، ما اونجا تو پیاده رو ایستادیم که ما رو بگیره. دیدیم مبارزین دارن میان، آیش جونی چیه، اون یکی آیش جونی چیه، آقای سرنگ ما رو گرفته. هیچی. بعد دید که اوضاع خرابه، گفت که من فردا 8 صبح کلانتری 13 منتظرتم، بفرم برو. که ما فردا قبل از 8 صبح با این آقای مروارید تهران رو ترک کردیم به طرف عراق و رفتیم وفس و مدتی اونجا تو کوها و در راه و تو داتماتی ها بودیم. بعدم که آمدیم ما رو گرفتم بردن کلانتری 13 و تو این حرفا رو زدیم، این کار رو کردی و جنازه قریشی و به هر حال یکی از این همین مرحوم شیخ حسین قفاری رو که عرض کردم، خدا میدونه اینقدر ما در زندان رو میزدیم بابا این شیخ افتاده اینجا، این چشمش باز نمیشد، نصف بدنش هم فلج شده بود، بنده خدا اختیاری ادرار نداشت. دکتر افتخارزاده هم اونجا بود، عرض کنم که اون میگفت که سکته مغزی کرده. آقا بعد از مدتی چند تا از این قرصه سفید آورد. بعد ما رفتیم نهار بخوریم بیاییم، دیدیم شیخ نیست، گفتن اینو بردن بیرون. ما رفتیم از اون لای درز در آهنی نگاه میکردیم، این هشتی زندان شماره 2 قصر رو دیدیم، بله شیخ رو توی پتوی پیچیدن اونجاست و یک مش پاسبان هم دور این راه میرن، متلک میگن، خنده میکنن. بعدها یک پاسبانی بود، آقا از اون پاسبانه خوب حلالزاده بود، اخبار برای ما می آورد به نام امینی. این آمد به من گفت بله این شیخ رو بردن طرف درمانگاه و به این زودی هم نرسوندن به دکترو. بعدم که بردن نشوندن اکسیژن بس کردن شان تمام. البته بعدام هر کی تو زندان بمیره میبرن پزشکی قانونی و عرض کنم که کاسه سر بر میدارن و کالبوس شکافی میکنن، چیکار میکنن؟ جواز دفن رو بدون این مسائل صادر نمیکنند هرگز زندان. به هر حال شکنجه در شکنجه بود، هم فیزیکی هم روحی، هم منافقین، هم نجاست چپی ها کلی. البته یک باعث خوشحالی ما یکی این بود که این افسران رژیم شاه به ما میگفتن که شما برای ما از این چپی ها خطرناک دارید. چپی ها با اینا واقعا بندوبست میکردن، ما اهل سازش نبودیم، خیلی خودشون میکشتن که ما رو یه جوری با خودشون رفیق کنن، ما واقعا ایستادگی میکردیم الحمدلله. بله همونطوری که فرمودید مختلف شکنجه بود و مختلف هم گرفتاری بود. و یه سوالی در زمینه
منافقین است. نمیدونم این سوال را در همین مجلس مطرح کنیم یا بذاریم در یک فرصت دیگه ای، که اصولا سازمان منافقین وقتی که اعلام موجودیت کرد، ما میبینیم که حضرت امام با اینکه از ایران دور بودند و با اعضا و سران و بنیانگذاران این سازمان از نزدیک ارتباط و تماسی نداشتند، در همون چند تا برخوردی که یکی دو نفر از سران سازمان با امام داشتند، امام اینها را شناخت و هرگز اینها را تایید نکرد و به انحراف اونها پی برد و هشدار داد. ولی در ایران علمای ما با اینها ارتباط داشتند. عامل این دید چی بود که روحانیت نسبت به این سازمان تا این پایه حمایت میکرد و آیا از ایدئولوژی و انحراف اینها آگاهی نداشتند که موجب این حمایت از سازمان میشد؟ باید خدمتتون عرض کنم که ببینید، نبوغ و اون بلوغ سیاسی و فکری گاهی در یه نفر هست، در 500,000 نفر نیست. ما فراموش نمی کنیم یه وقتی امام صحبت از اسرائیل می کرد که خیلی ها می گفتن که الکفر و ملتون واحده، خیال می کنن اسرائیل یعنی یهودی، حالی که امام اون نفوذ بصیرت امام و بینایی امام و تبحر امام، امام یه چیز دیگه بود. چطور در این مسائل اسرائیل رو امام شناخت؟ آقایون بعضی 15 سال بعد اسم اسرائیل رو بردن، ما خوب یادمونه دیگه. ما خودمون به بعضی متلک میگفتیم که رد میشدن، ما میگفتیم الکفر ملتون واحده، اینا میفهمیدن ما چی داریم میگیم. واقعا بعضی بعد از 15 سال فهمیدن که صهیونیست یعنی چی. امام یه زمانی میگفت صهیونیست که برای بعضی خیلی چیز عقب بودن. من اینجا یه جمله خدمتتون عرض کنم، یا آقای یه وقت منو ملامت میکرد، میگفت تو چرا پشت فرمان میشینی؟ یه فلوس واگونی داشتم، میگفتم با من روحانی با غیر روحانی چه فرق داره؟ من احتیاج دارم، من امروز در دماوند بعد از ظهر سخنرانی دارم، امشب هم در شهر ری سخن، کدوم ماشین منو برسونه؟ شما چی اشکال به من میکنی؟ میگم نخیر، برای روحانیین قبیحه که رانندگی بود. خدا شاهد اون آقا با اینکه واعظ نبود، مثلا یه محضر اسناد کار میکرد، ما رو اشکال بود. 12 سال بعد دیدم خودش داره رانندگی یاد میگیره و یه تابلو هم بالای اون پیکانش زده، نمیدونم رانندگی چی. بعد این آقا رو من دیدم، گفتم آزاد آقا تو یادته به ما یه وقتی گفتی رانندگی قبیح زشت اهانت، حالا خودت داری؟ گفت راست میگی. چند سال پیش من به شما گفتم؟ گفتم 12 سال پیش. گفت به همین دلیل عقل تو 12 سال از من جلوتر است. اون آقا به من گفت به همین دلیل آقا امام نبوغش و بصیرتش خیلی بالا. ماها واقعا چون با شاه بد بودیم، علما ته دل با شاه بد بودن و یه جوانی دل به دریا میزد میرفت جلو. اگه چپی بود خب علما دوست نمی داشتن، اما اگه دور کرد نماز میخواد بچه‌ها ماشاءالله چه نهج البلاغه، آیه قرآن، خب این همه رو فریب میده. گفت دشمن دوست نما را نتوان داد تمیز، شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. خب این مرغ چه میدوند این شاخه یه روزی قفس میشه. غالب علمای ما هم ساده دل بودند و آدمای پاکی بودند و خیال میکردن این آقا نماز میخواند از نهج البلاغه سوال میکند. مثلا میگه اون سوال میکنه آقا امیرالمومنین اینجا میفرمایید که الا الامر الهک لقد حالا، یا مثلا این چی میخواد؟ به به چقدر این بچه‌ها. ولی امام من میگم مثل آیت الله مفتح، مثل خود آیت الله طالقانی، این بنده های خدا کم و بیش به هر حال باورشون میآمد که اینها، اما وقتی به امام منتقل میکردن امام یه جوری دیگه بود و واقعا وجوهات شرعیه را یواشکی به این آیون میدادن. من خیلی از این کاسبای بازار تو زندان میدیدم، میگفتن ما مثلا چند هزار تومن دادیم به خانواده اینا، لو رفتی ما رو گرفتار. بیچاره هم خدمت میکردن، اینقدر زیرک بودن آقا، فریب میدادن به وجوهات به اینها رسید. بعد فساد اینها، فحشای اینها، اصلا دختر و پسر اینا مسئله اسلام نبود، همه چیز مباح بود. که البته بنده یک گوشش را در سال
54 درک کردم واقعا، 54 53 فهمیدم، ولی باز جرأت نمی کردیم بگیم. هیچ کی باور نمی کرد که اینا فساد اخلاق دارن. دخترشون دختر نیست، زنشون شوهر و غیر شوهر نی، به دستور اون طلاق میگیرن، به دستور این ازدواج میکنن. بعدها شما دیدید که نمونه ازدواج مریم ازدانلو با رئیس منافقین کجا با سیستم عرض کنم عده اسلام چیز داشت، موافقت داشت. علی کل حال همونطوری که از دالی فرمودید رو ساده دلی بود، رو تجربه نداشتن، مبارزات نیفتاده بودن، هنو متوجه نشده بودن که اینم یک شاخه از مکر و حیله و حقه است که تأمین مخارجات مبارزاتی خودشونو بکنن. افتاده بود اصلا اینا یه وقتی میگفتن که به بازاری ها نگید بیان مبارزه، اینا بیزه کاسبی کنن پول در بیارن، به آخونده هم نگید بیایید وارد و گود بشید، اینا بیزه رو منبر یه جوری حرفاشونو بزنن، اینا فقط بودجه ما رو تأمین کنن، ما هم وارد گود بشیم. البته یه عدهشون واقعا از این جوانای صادق و سالم را فریب دادن، بردن. من جوانایی را سراغ داشتم که خدا میدونه هر وقت من زندان میرفتم میامدن این کوچولوهای منو بغل میکردن، میبردن این ور اونور میگردوندن. بعدها آقا یه مرتبه اینا را مثل بادکنک باد کردن به اینا، مثلا بگن تو شاخه نظامی شو، تو شاخه فرهنگی، هی اینا رو منصب دادن، اینا خیال کردن چی هن؟ هیچی هم، بعدم یه حرکت کردن گیر افتادند و اعدام شدن. بزرگترین جنایات منافقین اینی که نسل جوان ما رو ضایع کردن. چه کسانی که از ما اونه ترور کردن و چه کسانی که از خودشون فریب دادن و به جوخه اعدام سپردن، در مجموع نسل جوان رو ضایع کردن و کم کردن. سازمان منافقین در سال 54 عدهشون به مارکسیست رو پیوستن و تغییر ایدئولوژی دادن. اونهایی که به ظاهر تغییر ایدئولوژی نداده بودن، برخوردشون با این گروه چگونه بود؟ من در سال 53 از زندان اومدم بیرون. این حتی من یادمه یه روز بعد از بیرون آمدن من ملی کشی شروع شد. یه روز ملی کشی چی؟ ملی کشی معنیش این بود که مثلا ما سر یک سال آزاد شدیم، بنده اگر دو روز بعد یک سالم تمام میشد دیگه ما رو میبردن ایوین، باید نگه میداشتن. ملی کشی این بود که یه زندانی زندان مدت زندانش که تمام میشد دیگه ولی میکردن، بلا تکلیف میبردن ایوین یا جاهای دیگه. اینه میگفتن ملی کشی، میگفتن ما داریم ملی کشی میکنیم، مفت داریم کار میکنیم، مفت داریم. و این تغییر ایدئولوژیشون یا عرض کنم که بریدن اون عده از مجاهدین، اینا در زندان ایوین اون زمان اتفاق افتاد که من اون وقت اون زندان نبودم، ولی در بیرون خبر داشتیم که یه عده اینا بریدن و یه عده اینا به مارکسیست پیوستن. یه عده از اینا اصلا میگفتن که ما به دستور سازمان 3 سال 4 سال نماز میخوندیم، ما گفته بودن فعلا صلاح نیست که تو ببری، تو یه 3 سال بازم نماز بخون. نماز میخوندن به دستور سازمان، ولی ته دلشون مارکسیست بودند و مرتد شده بودند. پس حضرت علی اون فتوایی که علما علیه چپی‌ها در زندان دادن حضور نداشتید؟ ما نداشته. زندان نبودیم. نه. اطلاعی از اون فتوا داری؟ نه، فقط همینقدر ما شنیدیم علما این کار رو کردن. البته ما آقا در اون زمان در صدد جمع آوری مطالب نبودیم. ما بیرون که آمدیم دوباره شروع میکردیم. ما جلسات روزه پنجشنبه که داشتیم در روحانیت مبارز به قول معروف، ما اصلا مخصوصا آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود که شما وقتی زندان میرید هر طوری میشه بیایید بیرون، بیرون بیایید که دوباره برید. لذا این سرنگ مولوی عرض کردم یه بار من میگم این چندمین تعهده، ما اصلا فیلم بازی میکردیم. به قول یه تیمسار مهمان دوست که این خیابان مهمان دوست بنامونه، یه بار با هم میگفت که آقای شجونی به خدا من 12 سال تو پاریس درس خوندم آکتوری رو، که آدم چگونه میتونه زیر بم مسائل رو بفهمه، در همین سخنرانی چطور بخندونه، چطور بگریونه، چطور بازی کنه با الفاظ، این فرهنگ خام بشریت رو تو دستش مثل موم بازی کنه. میگفت این آکتوری رو من درسش خوندم، ولی میبینم تو مفت و مجان اینا رو بلدی.
ما واقعا آکتوری میکردیم با اون رژیم، یه جا کوتاه میامدیم، یه جا تون میرفتیم. اصلا ما در فکر جمع آوری مسائل نبودیم و از ترس و لرز گاهی مثلا مدارکی ما داشتیم تا میرفتیم زندان خواهر ما آتش میزد یا فامیلمون از بین میبردن، محو میکردن. لذا از اون زمان اطلاعات برای ما زیاد نمونده، واقعا عجیب بود. ریز رو آدم مینوشت. به هر حال اینا یه عده بریدن، یه عده مرتد شدن، یه عده با علما چپ افتادن، یه عده با علما رو بایکوت کردن تو زندان اوین. خب این مرحوم شهید رجایی بود اونجا و درگیر بود با اینها، آیاش میرفتن جانه ما وقت در اوین بود، یه عده بودن. ما جسته و گریخته درگیری ها و مسائل اینها رو در بیرون میشنیدیم، ولی خودمون تو کوره داغ مبارزه مشغول کار خودمون بودیم. با تشکر از خاطرات تاریخی که بیان فرمودید، بحث را در همین جا به پایان میبریم. در نشست آینده انشاءالله در زمینه کنسورسیوم اقتصادی که عده از سرمایه گذاران آمریکایی به ایران آمدند و برنامه در جهت سلطه هرچه بیشتر و ریشه ای تر در زمین مسائل اقتصادی در ایران دنبال میکردن و موضوعی مرحوم شهید سعیدی که منجر شد به شهادت ایشون، در این زمینه از خاطراتون استفاده خواهیم کرد و نیز در زمینه رحلت مرحوم آیت الله عظمای حکیم علی الله مقامه در سال 49 و حوادث و جریاناتی که به دنبال اون در جهت دفاع از امام و اعلامیت امام و اعلام اعلامیت امام از سوی علما و روحانیون که منجر شد به دستگیری و تبعید دی، در این زمینه هم از خاطرات حضرت علی استفاده خواهیم کرد. و سوم پیرامون جشن 2500 ساله شاهنشاهی و حوادثی که در اطراف اون مطرح شد، انشاءالله از خاطراتون استفاده خواهیم کرد. در خدمت هستم، متشکرم از محبتشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.